یگان‌های زرهی یا همان تانک‌ها از جمله سلاح‌های مؤثر و تاثیرگذار در جنگ‌های مدرن هستند. تانک‌ها قادرند با سرعت و قدرت بالا به دشمن حمله کنند، خطوط دفاعی را بشکنند، اهداف مهم را نابود کنند و از نیروهای پیاده همراه خود محافظت کنند. تانک‌ها همچنین نقش مهمی در ایجاد ترس و وحشت در ارتش دشمن دارند. بنابراین میتوان آنها را یکی از عوامل تعیین کننده پیروزی یا شکست در جنگ دانست. تانک به عنوان یک سلاح جدید در جنگ جهانی اول توسط انگلستان به کار گرفته شد. انگلیسی ها برای پنهان ماندن سلاح جدیدشان به کارگران فعال در پروژه گفته بودند که آنها در حال ساخت منبع آب هستند و برای همین ما امروزه این غول جنگی را به عنوان تانک می شناسیم. پس از جنگ جهانی دوم، تانک ها همچنان در جنگ های مختلف مانند جنگ کره، جنگ ویتنام و جنگ های خاورمیانه به کار گرفته شدند. سالها بعد اما تانک ها با استفاده از تکنولوژی های پیشرفته تری مانند رادار، لیزر، بازوهای رباتیک و سامانه های موشکی قدرتمندتر و مؤثرتر شدند. تانک ها اکنون به عنوان یک وسیله نقلیه برای حاکمیت بر خشکی شناخته می شوند. به همین دلیل هم آمریکا، چین، روسیه، انگلیس، فرانسه، ایران و سایر کشورهای قدرتمند که دارای ارتش بزرگ هستند، همواره بر توسعه و ارتقای تانک های ارتش خود تمرکز کرده و رقابت دارند. رژیم صهیونیستی هم که از بدو اشغالگری در فلسطین همواره درگیر جنگ و آتش افروزی بوده و در 75 سال گذشته حداقل 18 جنگ و درگیری گسترده و محدود با فلسطین، لبنان، سوریه، مصر و اردن داشته است نیز از همان ابتدا دست به کار ساخت تانکی شدند که بتواند دست بالا را در میدان نبرد داشته باشد. تانکی که البته موتور آن آمریکایی، توپ آن انگلیسی و سیستم اپتیکیش آلمانی است. هیولایی که اسم آن را مرکاوا گذاشتند. صهیونیست‌ها از سال 1970 که شروع به ساخت این تانک کردند، دائما در تلاش برای ارتقا و رفع اشکالاتش بودند. آخرین مدل این تانک مرکاوای 4 است که به آن لقب شکست ناپذیر را هم دادند. تانک های مرکاوا نسل 4 از سلاح های اصلی و استراتژیک رژیم صهیونیستی هستند که اسرائیل هیچگاه قصد و تمایلی برای فروش آنها به کشورهای دیگر را نداشته و نخواهد داشت. این تانک ها با هزینه های بسیار بالایی ساخته شدند و اسرائیل به آنها برای حفظ توان نظامی، جنگ افروزی و مقابله تهدیدات احتمالی نیاز دارد. صهیونیست‌ها همچنین از افشای اطلاعات فنی درباره مرکاوا به کشورهای دیگر بسیار می‌ترسند و به همین دلیل هیچگاه اجازه آزمایش یا بازرسی این تانک را به کسی نمی‌دهند. مرکاوا 65 تن وزن دارد و با سرعت 64 کیلومتر بر ساعت حرکت می‌کند. قدرت موتورش 1500 اسب بخار بوده و با ظرفیت سوخت 1400 لیتری برد عملیاتی آن 500 کیلومتر است. مرکاوای نسل 4 دارای یک دوربین 360 درجه مجهز به عدسی گردان است که از دورنمای صحنه‌ای که در دید مسلسل است تصویر برداری می کند. این دوربین در صورت مشاهده هر تحرک یا فعالیت مشکوک در اطراف تانک به خدمه هشدار می دهد. از دیگر قابلیت‌های تانک مرکاوا این است که راننده دارای یک نمایشگر رنگی بوده که به او امکان می‌دهد پشت تانک را نیز تحت نظر داشته باشد. فرمانده و توپچی نیز هر یک دو نمایشگر رنگی چندکاره در اختیار دارند و نمایشگر فرمانده دارای یک نقشه‌خوان دیجیتالی مجهز به GPS است. به دلیل بدنه فولادی ضخیم و چند لایه مرکاوا، بسیاری از موشک‌های ضد تانک امکان نفوذ در زره این تانک را ندارند. همچنین کف تانک به شکل وی ساخته شده که باعث کمترین میزان خسارت به تانک پس از برخورد با مین و هدایت موج انفجار به طرفین می شود. این تانک همچنین دارای هشدار دهنده لیزری است که به طور خودکار بعد از کشف هدف روی آن قفل می کند و پرتاب نارنجک دودزا را آغاز می کند.
اما شاید مهمترین ویژگی مرکابا مارک 4 سامانه تروفی آن باشد. این سامانه در واقع برای مقابله با موشک‌ها و راکت‌های ضد تانک طراحی شده و می‌تواند به صورت خودکار با آنها درگیر شود. همچنین ادعا می‌شود این سامانه امکان درگیری با موشک‌هایی که از بالا پرتاب می‌شوند را نیز دارد و کل فعالیت این سامانه در 2 ثانیه انجام می‌شود. تروفی از 4 رادار تشکیل شده که در 4 طرف برجک تانک نصب شدند و پوشش 360 درجه‌ای را برای آن مهیا می‌کنند. این تانک یکی از گرانترین و پرهزینه ترین تانک های جهان است و بر اساس گزارش های موجود هزینه ی هر تانک مرکابا حدود 6 میلیون دلار است. البته این قیمت در سال 2012 برآورد شده است. هزینه ی تعمیر و نگهداری هر تانک حدود 300 هزار دلار در سال است. این هزینه ها باعث می شود که مرکابا یکی از گران قیمت ترین و پرهزینه ترین تانک ها باشد. صهیونیست ها 600 اراده از این تانک را در اختیار دارند. اما برای متوقف کردن این ماشین غول پیکر کشدار چه ابزار و سلاحی وجود دارد؟ از گذشته تا کنون یکی از مهمترین اسلحه های موجود برای مقابله با تانک ها RPG بوده است. این سلاح اولین بار در جنگ جهانی دوم توسط آلمان به کار گرفته شد و می توانست به زره تانک های متفقین نفوذ کرده و به آنها آسیب بزند. پس از جنگ جهانی دوم نیز تسلیحات مشابه توسط شوروی و سایر کشورها توسعه یافتند و در جنگ های مختلف به کار گرفته شدند. اما سلاحی که قرار بود با گران قیمت ترین تانک جهان مقابله کند، ساخته یک ارتش منظم یا ابرقدرت جهانی نبود. یاسین 105 توسط حماس و بر اساس تکنولوژی RPG ساخته شده. این موشک در سال 2022 به عنوان یک سلاح جدید و مؤثر برای مقابله با تانک‌های اسرائیل معرفی و رونمایی شد. متخصصان نظامی حماس در تونل‌های زیرزمینی غزه و در زرادخانه‌های کوچک به صورت دستی و کاملاً بومی این موشک را تولید می‌کنند. طبق برآورد کارشناسان، این موشک با استفاده از مواد بسیار ساده و در دسترس مانند نیترات پتاسیم که در کودهای کشاورزی وجود دارد و همچنین شکر با ترکیب چندین ماده دیگر تولید می شود. موشک یاسین 105 دارای برد حدود 500 متری است و دارای یک سرباره ترکیبی است که از 2 نوع مواد منفجره تشکیل شده است. این موشک ابتدا لایه زره تانک را با استفاده از ماده انفجاری از بین می‌برد و سپس لایه دیگر زره تانک را با استفاده از یک ماده انفجاری حرارتی ذوب می‌کند و باعث می‌شود که تانک از داخل منفجر شود. هزینه تولید این موشک بین 200 تا 500 دلار برآورد شده است. Tonight, months of escalating tensions between Israelis and Palestinians have erupted into a firestorm. ارتش رژیم صهیونیستی بعد از عملیات طوفان الاقصا زمان زیادی را صرف برآورد و بررسی شرایط حمله زمینی به غزه کرد. و یکی از مهمترین دلایل تردید و ترس از این هجوم همین اسلحه یاسین بود. این ترس صهیونیست‌ها البته درست از کار درآمد، زیرا شجاعت رزمندگان فلسطینی همراه با این اسلحه سبک و کارآمد جهنمی برای غول‌های مرکابای مجهز به آخرین تکنولوژی‌های اروپایی و آمریکایی ساخت. به گفته حماس، از کل 600 اراده مرکابای ارتش صهیونیستی 182 مورد از ابتدای عملیات طوفان الاقصا و حمله زمینی رژیم صهیونیستی به غزه توسط رزمندگان حماس و موشک یاسین 105 منهدم شدند. پیچیدگی‌های تانکی مانند مرکابای 4 و تبلیغات فراوان صهیونیست‌ها پیرامون آن تقریباً همه را به این باور رسانده بود که مرکابا یک عرابه مرگ شکست ناپذیر است. اما حماس با کمترین امکانات و البته ابداع روش‌های نوین توانست مانند جنگ 33 روزه در لبنان هیمنه مرکابا را نابود کند.